فراخبر خوش آمدید در این برنامه. حمله سرباز ارتش ملی بر مشاوران خارجی، کار ستون پنجمی یا عمل انفرادی، درآمدها و بدیهای دونالد ترامپ چقدر است؟ حمله یک سرباز قلوردوی 209 شاهین بر 4 آموزگار خارجی در ولایت بلخ بار دیگر نگرانی هایی را از وجود عناصر همکار و همسو با حراس افغانان در داخل دستگاه نهادهای امنیتی برانگیخته است. این حمله در حال صورت میگیرد که حکومت تا هنوز کسانی را که در قلوردوی بلخ طالبان را در انجام حمله 2 ماه پیش یاری رسانیدند و این حمله را زمینه اش را مساعد ساختند شناسایی نکرده است. اما اتفاق اخیر این گمان زنی ها و نگرانی ها را تقویت کرده است که حراس افغانان در میان نیروهای امنیتی رسوخ گسترده کردند. اما شناسایی و پاکسازی دستگاه امنیتی افغانستان از وجود عوامل نفوذی حراس افغانان چگونه ممکن است؟ برای بحث بیشتر در این باره مولانا فرید آگاه مسائل سیاسی و عبدالقهار آرا سخنگوی قلوردوی 209 شاهین مهمانان ما هستند. خیلی خوش آمدین آقای آرا. نخست شما یک مقدار بیشتر درباره رویداد دیروز در ولایت بلخ به بیننده ها بگویید که حمله دیروز چگونه در واقع صورت گرفته و تلفات برخواسته از این رویداد چند است، مهاجم کی بوده؟ خب دیروز بین ساعت 2 و 3 بعد از ظهر یک سرباز کندک پنجم کماندو در میدان تعلیم بالای مشاورینی که مسئله مشاوره، مشوره و آموزش پیش می بردن بالای از اونا عمله کردن که در نتیجه 4 نفر از مشاورین زخم برداشتن و زخمی ها به اسرع وقت به شفاخانه کمپ مارمول که مربوط خارجی ها میشه انتقال داده شده. و مهاجم کی بوده؟ مهاجم یک سرباز کندک کماندو بوده. چه ارتباط با گروه های مخالف مسلح دولت و حراس افغانان داشتن؟ خب او یک سربازی بوده که در اردو به خاطر خدمت آمده و تا حال تحقیقات جریان داره، هنوز در این مورد تحقیقات ادامه دارد، نتیجه تحقیقات تا حال به دست ما نرسیده. چرا بالای مشاوران خارجی تیراندازی کرده این سرباز ارتش؟ خب عواملی است که باید بعد از تحقیقات معلوم شود. فعلا کمیسیون ایجاد شده در سطح قول اردو، تحقیقات ادامه دارد، بعد از ختم تحقیقات انشاءالله با شما و تمام مردم افغانستان را در میان میگذاریم. اما برخی گزارش های وجود دارد که این حمله تلفات سنگین بر جا گذاشته. شمار زیادی از نیروهای امنیتی افغانستان در کنار 4 مشاور خارجی جانهایشان از دست دادند. درست است این گزارش ها؟ من این موضوع را رد میکنم، فقط سرباز بالای خارجی ها حمله کردن و در پالوی از اینا افغان ها وجود نداشتن. چگونه این سرباز در قلوردوی 209 شاهین در واقع استخدام شده و راه پیدا کرده در میان ارتش ملی؟ خب طوری که شما و تمام بیننده های محترم تلویزیون طلوع میدانند، مردم افغانستان میدانند، هر طبع افغانستان که سن 18 را تکمیل کند، جوان عاقل و بالغ باشد، معتاد با مواد مخدر نباشد، میتونن داوطلبانه به صفوف اردو جذب شوند. اونا بعد از یک دوره معینه تعلیمات تدابی در قطعات جسامهای اردوی ملی افغانستان خدمت میکنن. همین سرباز هم به مو پروسیجه جلب و جذب آمده، در کندک 235 درس خونده، بعد از آموزش های معینه یک و نیم سال هم در خدمت کرده در قطعه کندک پنجم کماندو. و ای که به یه عمل چرا دست دادد بعد از تحقیقات انشاءالله خدمت شما و مردم افغانستان عرض میکنم. حالا بررسی های نخستین قلوردوی 209 شاهین در واقع چی را نشان میده؟ نفس این حمله چگونه است؟ آیا این حمله در همسویی با حراس افغانان صورت گرفته یا نه برخواسته از انگیزه شخصی و انفرادی است؟ خب کمیسیون کار خود میکند و ما به این معتقد هستیم که در بین صفوف نیروهای امنیتی به خصوص اردوی ملی حراس افغانان وجود ندارن و ای حتما کدام انگیزه شخصی بوده که سرباز در مقابل خارجی انجام داد. خیلی سپاسگزارم آقای مولانا. شما چگونه میبینین رویدادهای از این دسته؟ این حمله ها، این رویدادها کار ستون پنجمی است و نه بیشتر در پس این حمله انگیزه های شخصی یا به گفته آقای آرا اینجا بیشتر جنبه های انفرادی مطرح است تا بحث ستون پنجمی و عوامل نفوذی طالبان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت بینندگان محترم. از نظر ما موجودیت نفوذی های طالبان و سایر ترورستان در افغانستان در میان نیروهای امنیتی جای تردید قطعا ندارد.
ما اولین حمله نیست و آخرین حمله هم نخواهد بود که نه تنها بالای مشاورین همکار و یا خارجی در بین قطعات اردوی افغانستان به وقوع پیوسته است، بلکه ما تلفات سنگینی از عوامل نفوذی دشمن در بین قطعات خودی هم داشتیم. امی چند روز پیشتر شما شاهد بودین که در قندهار چند نفر از در هلمند چند نفر افراد نازنین اردوی ملی ما در خواب توسط نیروهای نفوذی دشمن به شهادت رسیدن. اگر فهرستی از این ما تهیه کنیم، چه حمله بالای نیروهای خارجی و چه حمله بالای نیروهای ارتش افغانستان و نیروهای دفاعی افغانستان در مجموع، شاید فهرست بلند بالایی را تشکیل بده. اما آقای مولانا، اکثر توسط عوامل نفوذی ها انجام پذیرفته و انکاری وضعیت که ما عوامل نفوذی نداریم باعث از این شده است که هر روز تلفات ما بالا برود و دقت در کشف و در استخدام صورت نگیرد. آقای آرام حالا رد میکنه عوامل نفوذی هراس افغانان در میان دستگاه نهادهای امنیتی افغانستان، چرا این بحث جدی گرفته نمیشه در حکومت افغانستان؟ بحث عوامل نفوذی طالبان، بحث ستون پنجمی، حالا رئیس عمومی امنیت ملی موجودیت ستون پنجم در نظام رد میکنه و میگه این آوازه جریان های سیاسی است که برای انداختن، در حالی که حقیقت نداره به گفته معصوم استانکزی. ما پیشتر صحبت های استانکزی شنیدم رئیس امنیت ملی را، و خوب است که بعض شخصیت ها حافظهشان به یک شکل در حالت غلیان یا در یک حالت است که ثبات در حافظهشان وجود ندارد. امی شخصیت بزرگوار در پارلمان اگر فراموش نکرده باشم، شاید در حدود 5 ماه یا 6 ماه قبل خودشان اعتراف کردند که ستون پنجمی در نظام افغانستان وجود دارد. صحبت های بسیار بدترشان امروزی بود، جانب بسیار بدتر صحبتشانی بود که یکی گفتند که تظاهرات غیر قانونی بود و دومی که گفتند جریان های سیاسی بیشتر به ستون پنجمی میمانند تا عوامل نفوذی دشمن. ببینید، جریان های سیاسی را ستون پنجم گفتند. آقای استانکزی و سایر همکارانی که به نوع خودش فکر میکنند به این فکر هستند که هر قدر خونی که در کشور ریخته میشد، هیچ کس حق نداره به جاده بیاید تظاهرات بکند و هیچ جریان سیاسی حق انتقاد ندارد. فقط میخواهند یک نظام استبدادی دکتاتوری مثل نظام حزب دموکراتیک خلق در افغانستان ایجاد کنند. آقای آرام، شما چگونه موجودیت عوامل نفوذی طالبان در ساختار نهادهای امنیتی افغانستان به خصوص در قول اردوی 209 شاهین رد میکنین، در حالی که به گفته آقای مولانا حضور نفوذی های طالبان گروه های هراس افغان در ساختار نهادهای امنیتی افغانستان گسترده است و مثال های زیادی وجود داره عملات خودی بر ارتش ملی بر نیروهای امنیتی؟ خب ما با احترامی که به مولانا صاحب دارم، به شخصیت مولانا صاحب دارم، گپایشون ردم نمیکنم، تاییدم نمیکنم، به خاطر که سربازی که در اردوی افغانستان میاد بعد از یک پروسس، بعد از یک مرحله وارد اردو میشه، یعنی در اوج مشخص نشده که از کجا باشه، کی باشد، از کدام نقطه افغانستان باشد. هر جوان افغان که سن 18 پیشتر هم گفتم تکمیل کرده باشد، به خاطر دفاع از وطن داوطلبانه حاضر شود. حال سیستم جلب و احضار نیست که ما اونا را بگیریم جلب و احضار کنیم یا بفهمیم که اونا با کدام سازمان ارتباط داره، با کدام گروهه. هر جوان افغان که سن 18 را تکمیل کرده باشه، بعد از اینکه همون مراحل پروسس را تکمیل میکنه در قوماندانیت های جلب و جذب، در یک از مراکز تعلیمی اردوی ملی شامل میشه و به خاطر دفاع از وطن حاضر و آماده میشه. هراس افغانان هم میتونن راه پیدا کنن در ساختار نهادهای امنیتی افغانستان، چگونه شما تایید نمیکنین؟ چرا تایید نمیکنین موجودیت عوامل نفوذی طالبان در نیروهای امنیتی افغانستان به خصوص ارتش ملی؟ به خاطر که منصوبین قهرمان ارتش ملی افغانستان کسایی هستند که خون خود، جان خود در راه وطن میریزن و تایید کردن ما به این معنا که ما بالای خون همو کسایی که در راه وطن ریختانده میشه، در راه حفظ و حراست از وطن و مردمش شهید میشن و خون خود میریزن، جانای شیرین خود از دست میتن، ما اگه گپ تایید کنم، ما در مقابل همو خون از اونها خیانت میکنیم. با
آقایرام، گزارش های وجود داره که حمله بر شفاخانه 400 به سر، حمله دو ماه پیش بر قلوردوی 209 شاهین، حملات بسیار زیاد بالای شخصیت های سیاسی زیرنفوذ حکومتی در داخل نظام، حملات بسیار زیاد و انگشت شمار و فراوان بالای نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت ها با وسیله عوامل نفوذی طالبان، عوامل همسو و همدست با طالبان صورت گرفته. حالا مردم افغانستان چطور باور کنند که در واقع در میان ارتش ملی افغانستان نفوذی های طالبان جابجا نشدند؟ خب یک موضوع را نباید فراموش کنیم که جنگی که فعلا در افغانستان صورت میگیره، این جنگ با یک گروه کوچک مجهول هویت طالب یا تروریست یا دهشت افغان نیست. جنگ استخبارات است، جنگ استخبارات منطقه و همسایه است. جنگا بیرون از مرزهای افغانستان، هر حمله ای که در افغانستان صورت میگیره، این 4 تا طالب یا 4 تا تروریست یا 4 تا دهشت افغان پلان و برنامه ریزی نمی کنه، بلکه این خارج از کشور برنامه ریزی میشه، خارج از کشور طرح ریزی میشه، بعد از او در داخل افغانستان به حساب پیاده میشه. اما با گفته آقای مولانا، کسان در داخل نظام هم نقش دارن در طرح و سازماندهی این گروه حملات. خب اگر در داخل نظام امید طرحها وجود می داشت، اینا به بسیار سادگی کارا را میکردن، ولی دشمن از تکتیک های مختلف، از راه های مختلف، با مو استادای بسیار زبردست استخباراتی که بیرون از مرز اینا را سازماندهی میکنه، تسلیم میکنه، تجهیز میکنه، اونا را آماده از این فعالیت میسازن. اگر به گفته مولانا صاحب، ما به گفتهش احترام داریم، اگر در درون نظام کسی می بود، این کارا بسیار به سادگی، بسیار به آسانی هر روز و هر لحظه میشد. خب همین گونه است دیگر، بسیار به سادگی و آسانی هر روز و هر دقیقه اتفاق میفته حملات انتحاری، چی در میان شهرها، چی در بالای مراکز انتحاری. اگر ما شما ببینیم حملات انتحاری در پاریس و در لندن هم صورت میگیره، کشورهای بسیار پیشرفته جهان است با تمام تکنولوژی و تمام ساز و برگی که دارن، اونا جلوی ازی چی را گرفته نمیتونن. افغانستان یک کشور جنگ زده، یک اردویی که 13-14 سال از عمرش میگذره، نیروهای امنیتی که بعد از سقوط طالبان در طول 13-14 سال به وجود آمده، ایران باید آدم از نظر دور نندازه، به خاطر که همین نیروهای امنیتی است که امروز ما شما پشت میز نشستیم و صحبت میکنیم. همین نیروهای امنیتی است که امروز از منافع افغانستان، از مردم افغانستان، از جغرافیه افغانستان دفاع میکنن. خیلی سپاسگزارم آقای مولانا. دو ماه پیش هم یک حمله خیلی گسترده و فاجعه بار در قلوردوی 209 شاهین در واقع اتفاق افتاد. حکومت افغانستان پس از بررسی ها، حالا به گفته حکومت افغانستان، بررسی های همه جانبه، چند نفر را به دادگاه کشاند و حکم نهادهای عدلی و قضایی بالای آنها صادر گردید. اما انتقاد های وجود دارد که این رویداد به گونه عمیق و همه جانبه بررسی نشد. اگر بررسی گسترده صورت می گرفت، عمیق حکومت افغانستان به این موضوع می پرداخت، حالا این رویداد اتفاق نمی افتاد دیگر، عوامل نفوذی طالبان در داخل قلوردوی 209 شاهین شناسایی می شد. شما چی میگین؟ یک موضوع باید واضح شود. ما وقتی که از عوامل نفوذی طالب در صفوف نیروهای امنیتی صحبت میکنیم، خدای نخواسته ای به این معنی نیست که ما قربانی های نیروهای امنیتی خود نادیده بگیریم. تمام واویلای ما به خاطر از این است که چرا یک نیروی امنیتی ما در داخل قاغوشش به شهادت برسد، و ای به خاطر دلسوزی، همکاری، همیاری با نیروهای امنیتی است. چرا یک تانکر بیاید یک قطعه امنیتی رو توقف بده، تمام افراد پرسنل امنیتی به شمول صدها نفر از مردم ما از بین برود؟ از نظر ما، دور از جناب سخنگوی صاحب، کسانی که واقعا نمیپذیرند و یا اصلا میخواین که از موضوع سطحی بگذرند که نیروی نفوذی وجود دارد، اینها دشمنان نیروی امنیتی افغانستان هستند. اگر اینا بپذیرند، دقت بکنند در پروسه استخدام، فساد از پروسه استخدام دور کنند، مسائل قومی، تعصبات قومی را دور کنند، مسائل مذهبی را از پروسه استخدام دور کنند، اینا به نام توازن قومی هر طالب، هر تروریست داخل اردو نیروهای امنیتی نسازند، اون وقت است که ما میتونیم جلو نفوذی‌ها را گرفته باشیم. مشکل در کجاست؟ وقتی که میگن یک جوان سن 18 را پوره کرد میآید، ما انواع جوان داریم در وطن، جوان ایرانی داریم، جوان تروریسم داریم، جوان دوست داریم، جوان فاسد و بد اخلاق داریم، جوان داریم که روز خونش خود به خاطر مردم ما میریزانه، جوانای پاک نظیف هم داریم. پس پروسه استخدام معنیش چیست؟
هر جوان که سن 18 را پوره کرد بیاید در 02 باعث تباهی شده است که امروز ما 250 نفر یا به یک قول 150 نفر جوان خود در مسجد اردو به شهادت میرسانیم. مشکل هم در اینجاست که باز پیشتر که شما گفتین با کمال چشم سفیدی اعلام میشد که بعد از بررسی های دقیق ثابت شد که عوامل نفوذی وجود ندارد و قماندانی که غفلت کرده در لوجستیک درس خوانده یک روز جبهه جنگ ندیده باعث قماندان قول اردو تعیین شده آقای کتوازی او حبس تعلیقی یک ساله میشد. اما یک عسکر بیچاره 3 سال. ببینید این کل چیزا جرأت میده به عوامل نفوذی که باید خدای ناخواسته نیروهای امنیتی ما را غافلگیر بسازند. یک نقطه ای که همیش مسئولین افغانستان و مخصوصا بخشای امنیتی افغانستان گریز میکنن ایست که طالب در بیرون از کشور حمایت داره، سازمان استخباراتی طالب حمایت میکنه و بسیار عوامل پیچیده ریا برام میندازن. ببینین همون طالب پایلچ بی سواده که او را میتونه یک عامل بیرونی که پاکستان بیشتر نام گرفته میشوه اینقدر مهار بسازه که او را بیایه در بین کشور ما را غافلگیر بکنه و افراد ما را به شهادت برسانه، با افغانستان 45 کشور دنیا کار میکند، با این کشور 45 کشور دنیا کار میکند، بهترین تجهیزات در اختیارشان است، نیروی ناتو در اینجا وجود دارد، امریکا در اینجا وجود دارد. چرا ما بهانه های ناحق میکنیم، کمکاری های خود در قالب گپای واهی و خیالی میپیچانیم؟ باید ما واقعیت ها مرض تشخیص بکنیم. اگر مرض تشخیص نکنیم هر روز دنبال خیالات و وهم برویم. خدای ناخواسته ترسیمی است که به نیروهای پر افتخار اردوی ملی و سایر نیروهای دفاعی ما آسیب کلان‌تر. آقای آرام، حالا اگر بر رویداد 2 ماه پیش در قلوردی 2009 شاهین بگونه جدی پرداخته می شد، ممکن نبود این رویداد اتفاق می افتاد. رویداد دیروز ممکن نبود این سرباز ارتش ملی یا به گفته آقای مولانا عوامل نفوذی طالبان بر مشاوران خارجی تیرباران می کردند. حالا چرا بر رویداد قلوردی 2009 شاهین بگونه جدی پرداخته نشد؟ چرا تا حالا قلوردی 2009 شاهین تشخیص و شناسایی نکرد کیها در رساندن طالبان در بین قلوردی 2009 شاهین همکاری و هم دستی داشتند؟ خب اگر موضوع 2 ماه قبل قلوردی 2009 شاهین ما بررسی کنیم، بعد از بررسی های مکمل کسایی که در وظیفه غفلت کرده بودند از سرباز گرفته تا جنرال مطابق تعلیماتنامه و مطابق قوانین نافذه کشور برشان جزا داده شد. همونطور که جناب مولانا صاحب گفتن قماندان قلوردو برش حبس تنفیذی داده شد. قماندان قلوردو نمیتونه پیره‌دار دان دروازه باشد. او قلوردوی 2009 شاهین به نیست یک جزتام بزرگ اردوی ملی تامین امنیت در 9 ولایت و 114 ولسوالی زون شمال و شمال شرق داره. اما حداقل باید از دفتر خود محافظت داشته از دفتر خود دیگر. محافظت میکنه قماندان قلوردو چه قماندان قبلی بود و چه قماندان قبلی بود و چه قماندان فعلی. قماندان فعلی مدت 1 ماه و چند روز میشه که به وظیفه خود آمده. دمی 1 ماه و 10 روز یا 1 ماه و 15 روز اگه 15 روز در قلوردو بوده باشه، تمام روز در قندوز بوده، به خاطر جنگای قندوز رهبری میکرده، به خاطر حمله تهاجمی که طالبان بالای ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز داشتن تقریبا 10 روز به او خاطر در قندوز سپری کردن. هر قماندانی که در قلوردی 2009 شاهین میاد، از روزی که ما در قلوردی 2009 شاهین وظیفه اجرا میکنم، ما شاهدی تو قماندان نیستم که تمام روز در دفتر خود گذرانده باشه. آقای آرام، حالا کسانی در همدستی با طالبان حمله 2 ماه پیش در واقع انجام دادن، طالبان ارتباطی هایی داشتن در قلوردی 2009 شاهین، ها هم شناسایی شدن؟ کمیسیونی که تعیین شده بود هم از شورای امنیت و هم از ریاست کشف و استخبارات سردرسی وزارت دفاع ملی، اونا دست وزارت دفاع برتان جواب میده. دست قلوردی 2009 شاهین کسایی که غفلت وظیفوی کرده بودن، همه کسی که غفلت کرده بودن اونا به جزای اعمالشان رسیدن. من پیشتر گفتم که از سرباز تا جنرال کسی که غفلت وظیفوی کرده بودن اونا مطابق امو پست خود و مطابق امو غفلت وظیفوی اینها سبب مرگ بیش از 200 سرباز ارتش ملی در قلوردی 2009 شاهین شد، اما دادگاه اینا را به خفیف ترین مجازات محکوم کرد. به نظر شما 3 سال حبس خفیف ترین مجازات؟ 1 سال حبس تعلیقی به فرمانده قلوردی 2009 شاهین فکر کنین منصفانه است؟ به نظر من
منصفانه است، به خاطر او فرمانده قلوقو پیرهدار دان دروازه نبود، او قماندان گارنیزون نبود. من پیشتر برتان گفتم که قلوردی دسنوی شاهین در 9 ولایت و 114 ولسوالی وظیفه تامین امنیت، مسئولیت تامین امنیت داره. به او خاطر دیگه قماندان قلوردو نمیدونه که دان یک قراول وظیفه پیرهدار است. پاسخگو کی از در قبال حمله دو ماه پیش؟ اگر قماندان قلوردو نمیتونه این کار انجام بودن که یک سال حبس سرش اومدن، یک سال حبس تعلیقی و این معنا مجازات تعلیق است. خودش تعلیق است، خودش ترفیع کرده نمیتونه، در چیش محاسبش در خدمتش محاسبه نمیشه. خود برای یک جنرال همینقدر جزا کم نیست؟ خب اما غفلت وظیفه این جنرال سبب مرگ نزدیک به 200 سرباز ارتش ملی گردیده. آقای خود پالویش دیگه کسایی که مسئولیت عام تام داشتن، مسئولیت تامین امنیت همه گارنیزون داشتن، اونا کسایی هستن که 2 سال 3 سال حبس شدن. خیلی سپاسگزارم آقای مولانا. حالا میخوایم برای حل بپردازیم چگونه ممکن است دستگاه امنیتی افغانستان در واقع از وجود چنین افراد پاکسازی کرد؟ حالا با گفته شما رسوخ هراس افغانان در میان نهادهای امنیتی افغانستان در مجموع در نظام افغانستان به پیمانه خیلی نگران کننده است. ببینید از نظر ما از نفوذ نیروهای دشمن در بین نیروهای امنیتی هم کرده یک گپ دیگه بسیار مهم است. امی فعلا که ما و شما صحبت میکنیم، اعتماد بخش اعظم مردم افغانستان البته به رهبری دستگاه های امنیتی از بین رفتگی است. این بدترین حالت در یک کشور از لحاظ امنیتی است. ببینید یک بخش از 1.5 سال 2 سال به این طرف مشاور امنیت ملی افغانستانه. ما قبول ندارم که یک واقعیت است، به هر شکلی که است حالتی آمده است که این آدم عوامل دشمن میدانند. رئیس امنیت ملی را اعتماد لازم برایش وجود ندارد. همچنان سایر نیروهای امنیتی بدترین گسست اعتماد بین مردم بین نیروهای امنیتی اینمی حالت است. رئیس جمهور درک داره از این مسئله؟ ببینید میفهمه اعتماد وجود نداره بر رهبری نهادهای امنیتی. یک موضوع دیگه که بسیار امروز در افغانستان قابل بحث است است که در مجموع نظام موجود افغانستان رئیس حکومت وحدت ملی امنیت ملی را فدای تدارکات ملی ساخته است. تمام مصروفیت نیروهای امنیت بخش از رهبری نیروهای امنیتی به شمول رئیس جمهور و منصوبین حکومت وحدت ملی شب و روز مصروف تدارکات ملی هستند، مصروف تعیینات و مصروف انتخابهای به جای شایسته، جلوگیری از تلفات و تأمین امنیت ملی مردم افغانستان نیستند. خیلی سپاسگزارم از حضور هر دوی شما در برنامه و ممنون از شما بیننده ها. در اخیر خبر کوتاه را دنبال کنید. دفتر اخلاق کاری حکومت آمریکا در گزارش مالی خود مقدار بدهی‌های شخصی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به بانک‌های این کشور در نیمه اول سال 2017 را 315.6 میلیون دلار ذکر کرده است. دونالد ترامپ در حدود 20 میلیون دلار از هتل جدیدش که ماه سپتامبر گذشته در نزدیکی کاخ سفید افتتاح شد درآمد کسب کرد. درآمدهای شخصی او در سال 2016 و اوایل سال 2017 میلادی بالغ بر 594 میلیون دلار بوده است. مقدار دارایی های ترامپ 1.4 میلیارد دلار حد زده می شود. این گزارش نشان می دهد که ترامپ از یک بانک و یک شرکت در حدود 130 میلیون دلار بدهکار است. او همچنین به یک بانک وام های سرمایه گذاری 110 میلیون دلار بدهی دارد. دونالد ترامپ در سال 2016 میلادی دارایی های شخصی خود را 10 میلیارد دلار اعلام کرد. برخی منتقدان در درستی مقدار اعلام شده شک کرده و آن را بزرگ نمایی تلقی کرده.